اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. در این کریمه کلمه تدبر به معنای بررسی پیاپی قرآن است به دو شاهد. یکی اینکه فرمود تدبر کنند تا ببینند در قرآن اختلافی نیست. اگر فقط یک آیه محور بحث قرار بگیرد، معلوم نیست که با آیات دیگر اختلاف دارد یا اختلاف ندارد. پس باید آیه بعد آیتین، آیه دبر آیتین، آیه عقیب آیتین مطالعه بشود تا معلوم بشود که اختلاف نیست. چون تدبر یعنی تأمل در شیء بعد شیئین، دبر شیئین یا پایان او و عاقبت او، که اون عاقبت اندیشی را میگن تدبر، که از دبر است، از پشت است. یه وقت است انسان کاری را از راه مبادی اولیش انجام میدهد، یه وقتی با بررسی اهداف و نتایج مطالعه میکند. تدبر یعنی به اون دبر و پشت سر رسیدن. خب حالا منظور تدبر در یک آیه است یا در چند آیه؟ اگر کسی در یک آیه تدبر کند ممکن است به اختلاف نرسد، و اگر در چند آیه تدبر کند اختلاف را کشف کند. قرآن می فرماید به این که چون اختلافی نیست، شما با تدبر می توانید بفهمید که این معجزه است و در اثر نفی اختلاف کلام الله است. وقتی می توان فهمید قرآن با هم مختلف نیستند که چند آیه مطالعه بشود، نه یک آیه. این شاهد اول. شاهد دوم کلمه قرآن است، چون قرآن مخصوص آیه که نیست. فرمود افلا یتدبرون القرآن، نه افلا یتدبرون آیه من القرآن. گرچه آیه از قرآن هم قرآن هست، اگه کسی دارد یک آیه از قرآن را میخوند بگن دارد قرآن میخوند، ولی ظاهر این آیه مبارکه مجموعه کتاب است. یعنی شما مجموعه آیات را به مقدار همش یا معتنابش مطالعه کنید، ببینید هیچ اختلافی با هم ندارد. این دو شاهد. پس هم تدبر معناش روشن می شود، هم اینکه منظور تدبر در چند آیه است، حالا یا در جمیع آیات یا در بیش از یک آیه. بالاخره مطلب دوم آن است که این استدلال که به صورت قیاس استثنایی است، گاهی در محال عقلی است، گاهی در محال عادی. در محال عقلی ناظر به توحید و امثال آن است، مثل آیه سوره مبارکه انبیاء که فرمود لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدت. در اینجا چون برهان بر توحید است، اون تلازم تلازم عقلی و محالش هم محال عقلی است. یعنی اگر بیش از یک پروردگار عالم را اداره می کرد، محال بود عالم منظم بشود. چون عالم منظم است، پس معلوم می شود بیش از یک پروردگار جهان را اداره نمی کند. اون در سوره مبارکه انبیا آیه 22 به این صورت است: لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما یصفون. اگر بیش از یک پروردگار عالم را اداره می کرد، یقینا عالم فاسد می شد. و چون عالم فاسد نیست، یعنی و تالی باطلون، پس بیش از یک پروردگار جهان را اداره نمی کنن، فل مقدم و مثلو. یعنی عقلا محال است که بیش از یک خدا عالم را اداره بکنه و عالم منظم باشه. چرا؟ برای اینکه هر خدا در صورت تعدد یه ذات جدایی دارد. این مقدمه اول. اوصاف ذاتی و کمالات ذاتی خدا عین ذاتی اوست. این مقدمه دو. اگر فرزند ما دو خدا می داشتیم، یکی الف و دیگری با، چون الف ذاتش مباین با ذات باست و با ذاتش مباین با ذات الف است و اوصاف کمالی هر کدام هم عین ذات اونهاست، و
پس علم الف مباین علم باست، قدرت الف مباین قدرت باست، اراده الف مباین اراده باست به مانند آن. و هرگز نمیتوان گفت که چه میشود که دو خدا باشند و عالم را برابر با مصلحت واقعی و نفس الامری اداره کنند، چون هر دو عالمند، هیچ کدام هم هوس و غرضی ندارند، جاهی در کار نیست برابر با واقع و مصلحت واقعی اداره کنند. چون که این شبهه در بعضی از کتابهای کلامی آمده، پاسخش این است که اگر ما دو خدا فرض کردیم، ما ادای اینها عدم محض است، ما دیگر مصلحتی نداریم، نفس الامری نداریم که خداها کار خودشون را برابر با ماهو الواقع، ماهو المصلحه، ماهو نفس الامر ایجاد کنن. اگر دو تا پیامبر باشن، دو تا امام معصوم باشن، این حرف رواست که دو تا پیامبر میتوانن کشوری را برابر با ماهو الواقع اداره کنن. یه واقعی هست، یه نفس الامری هست، یه مصلحتی هست و این دو رهبر معصوم اون نفس الامر را میدانن و غرض و هوسی هم ندارن، میتوانن با هم هماهنگ باشن و اداره کنن. ولی اگر دو خدا فرض شد، غیر از این دوتا عدم محض است، دیگه نفس الامری نیست، واقعی نیست، مصلحتی نیست، چون واقع و نفس الامر و ما شئت فسمه همه فعل خدا هستند، جز جهان امکانند، بعدها پیدا می شود. دیگر ممکن نیست که دو تا خدا کارشون را برابر یک قانونی انجام بدن، قانونی در کار نیست، هر قانونی از کار خود خدا انتظام می شود. بنابراین نمی شود گفت که دو خدا جهان را برابر با مصلحت واقعی اداره کنند، چون مصلحت واقعی از این به بعد خلق می شود. و اگر دو خدا شدن دو تا ذاتن و اوصاف کمالی هر کدام عین ذات اونهاست، قهرن دو خدا دو تا علم دارن، دو تا قدرت مباین دارن و مانند آن. لذا ممکن نیست دو تا پروردگار عالم را اداره کنن و عالم منظم بشود. این قیاس استثنائی مقدمه شرطیش تو سوره انبیاء است، اون مقدمه حملیش تو سوره تبارک الذی بیده الملک است که لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، لکن نتالی باطل. چرا؟ چون در سوره تبارک الذی بیده الملک استدلال کرد، فرمود به این که ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، شما هر چند بار درباره عالم نظر بکنید تفاوت نمیبینید. تفاوت یعنی بعضی از حلقات سلسله فوس بشود و جاش خالی باشه. اون سلسله‌ای که تمام حلقاتشون در جای خود هستن، هر حلقه در جای خود قرار دارد، این فوتی در این حلقات سلسله پیدا نشد، سلسله منظم است. ولی اگر بعضی از آحاد این سلسله و این حلقات فوت بشود، جای او خالی است. وقتی جای او خالی شد، اون سومی به اولی وابسته نیست، رابطه قطع می شود. این می شود تفاوت. بله، حالا برسیم به سراغ این تدبر و اختلاف. حالا در آیه سوره مبارکه انبیا، اونجا استحاله عقلی است که لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، لکن نتالی باطل، و بطلان تالی در سوره ملک آمده که ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت فالمقدم و مثل. این مال استحاله عقلی. ولی درباره اعجاز استحاله عقلی ملازم نیست، استحاله عادی کافی است، چون معجزه اون نیست که برخلاف عقل باشد، همین که برخلاف عادت باشد کافی است و اصولا برخلاف عقل تحدی نخواهد شد. در این آیه فرمود به این که اگر این کتاب کتاب الله نبود، کتاب یک انسان درس نخونده بود، این انسان گاهی در حال محرومیت است، سخنانی دارد، گاهی در حال قدرت است، کلماتی دارد، گاهی در جنگ است، سخنانی دارد، گاهی در صلح است، سخنانی دارد، گاهی در غم و اندوه است، بیاناتی دارد، گاهی در نشاط و سرور است، بیاناتی دارد، گاهی از گذشته دور خبر می‌دهد، گاهی از آینده دور خبر می‌دهد، گاهی از اسرار نهانی و نهفته مردم خبر می‌دهد. این مجموعه
که گاهی اخبار غیب گذشته است، گاهی اخبار غیب آینده است، گاهی در حالتهای گوناگون است، یک دست و هماهنگ نخواهد بود. برای اینکه هر کسی در طی بیش از 20 سال بخواهد در باری کتابی سخن بگوید، مطلب بگوید، قهرم یک دست نیست. اون سال بیستمش کاملتر از سال اول و دوم است. اخبارها این چین است. این محال عادی است، نه محال عقلی. معجزه آن است که خرق عادت باشد، برخلاف عادت باشد، نه برخلاف عقل. عقلا مستحیل نیست که یک انسان دست نخوندهی 20 سال حرف بزند، حرفش هم اختلاف نداشته باشد. نه، خلاف عادت است. چون خلاف عقل باشد که محال است. اگر چنون که یک نفر ورزیده مثلا دقیق باشد و بخواهد در ظرف چند سال یک کتابی بنویسد، یک دست محال عقلی نیست، اما محال عادی است. و معجزه آن است که محال عادی باشد و خرق عادت کند، نه محال عقلی. از اینجا معلوم می شود استدلالی که دیگران کردن به این آیه، که به همین آیه استدلال کردن که قرآن معجزه است، این استدلال تام است. یک اشکال مرحوم شیخ طوسی در تبیان بر این استدلال ناتمام است. این دو، تبعیت و پیروی مرحوم امین الاسلام در مجمع البیان از مرحوم شیخ طوسی ناسواب است. این سه، چون اینها اگر فرق میذاشتن بین محال عقلی و محال عادی، و اگر فرق میذاشتن بین آیه سوره انبیا و آیه محل بحث، هرگز این استدلال را نقض نمیکردن. هیچ کس نمیگوید عقلن محال است که کسی در ظرف 20 سال یک سان سخن بگوید. این هیچ استحاله عقلی نیست، نظیر 2 تا 5 تا یا 2 تا 3 تا نیست، ولی عادتاً محال است. چون عادتاً محال است و معجزه آن است که خرق عادت باشد، از این جهت قرآن می شود معجزه. پس لوکان من عند غیر الله، این مقدم، لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً، این کثیراً مفهوم ندارد که حالا در قرآن معاذ الله اختلاف هست ولی کثیر نیست، و اگر کلام غیر خدا بود اختلاف کثیر دارد و کلام خدا اختلاف دارد ولی کثیر نیست، چون کلام خدا اختلاف پذیر نیست. این کثیراً وصف توضیحی اختلاف است، یعنی کلام غیر خدا لازمه عادیش اختلاف کثیر است و کلام ذات اقدس اله مصون از اختلاف است. این مقدمه قیاس استثنایی که لوکان من عند غیر الله، مقدم، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این تالی در سوره مبارکه زمر بطلان تالی را اشاره کردن، فرمودن به اینکه در سوره مبارکه زمر به بطلان تالی اشاره کردن، فرمودن به اینکه الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، یعنی ذات اقدس اله قرآن را، این حدیث را نازل کرده است. این قرآن و این کتاب کتابیست متشابه، سراسر قرآن شبیه هم است، هماهنگ است، همگون است. و مثانی است، مثانی از مثناست، ریشه اصلیش همون انصناب و انعطاف است. الان مثلا در شهرستان این مسجد اعظم چندین ستون دارد. این ستون ها چون عمودی است، هیچ کدام گرایشی به دیگری ندارد. و اما شما این درهای ورودی این شهرستان ها که می‌بینید، اینا می‌بینید هلالی است. این هلالی ها به هم انسنا دارند، انعطاف دارند، به هم گرایش دارند. این چینی نیست که هر کدام عمود باشد به حال خود باشد. این هلالی ها دو طرف به هم بستند. آیات قرآنی هیچ کدامش مثل ستون عمود نیست که هر آیه با وحیالهی وحیالهی مستقل باشه، بلکه هر آیه با آیه دیگر گره خورده است، مثناست، انسنا دارد، انعطاف دارد. تثنیه هم که میگن تثنیه، برای اینکه دو شیء هماهنگ را کنار هم میگذارن، دو تا ناهماهنگ انسنا ندارن. که اون کسی هم که
قامت خمیده داره یا سرش خم میکند، میگوین ثانیه قیت فهی یسنون صدوره هم، کسی که سر خم میکند به حالت کمان در میاد، میگن سنا صدرهو یسنون صدوره هم ثانیه قیت فهی، یعنی به حالت خمیدگی و کمان در آمده. این حالت رو میگن حالت انسنا و مسنا. تمام آیات قرآن از اول تا آخر مثانی است، یعنی همه به هم بسته. لذا اگر کسی یکی از آیات را معاذ الله قبول نکرد، همه آیات فرو می‌ریزد. هیچ کدام را قبول نکرده، یک آیه را قبول کرده، باید همه آیات را قبول بکند، چون همه به هم گره خورده و مرتبطند. کتابی سراسرش متشابه. این متشابه سوره زمر در قبال محکمات نیست که در اوائل سوره آل عمران گذشت. در اوائل سوره آل عمران گذشت که آیات قرآن کریم بعضی ها صریح و روشن است که هن ام الکتاب و اخر و متشابهات. اون متشابه در مقابل محکمات است، یعنی بعضی از آیات ظاهر روشنی ندارد، اونها می شود متشابه در مقابل محکم. ولی وقتی که این متشابهات را به دامن ام الکتاب ارجاع دادن که فرمود محکمات کن ام الکتاب، اگر این متشابهات را که منزله کودکن به دامن اون ام الکتاب ارجاع دادن، این کودک از پستان اون ام الکتاب شیر میمکد و معنای باز خود را پیدا میکند، اونگاه سراسر قرآن میشود محکم که فرمود الف لام را کتاب احکمت آیاته. پس سراسر قرآن محکمات خواهد بود و همین قرآنی که سراسرش محکم است، همگون است، هماهنگ است، شبیه هم است، یک دست است. الله الذی نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی. خب چنین جمله‌ای که در سوره بارکه زمر هست به منزله بیان بسلان تالی این قیاس استثنایی است. همونطوری که در قیاس استثنای اول مقدمه شرطی در سوره انبیا بود و مقدمه حملی در سوره تبارک الذی بیده الملک، یعنی لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، لکن فساد نیست بر اینکه ما ترافی خلق رحمان من تفاوت، در باره نفی اختلاف قرآن هم این چین است که لو کان من عند غیر الله لوجد فیه اختلافا کثیرا، لکن اختلاف در قرآن نیست، چون الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی. و اگر چنون چه من عند غیر الله بود، محال بود عادتا که اختلاف پیدا نشود، چون کسی در حال جنگ، در بهبوهه جنگ دشمن حمله کرده، فرصت فکر ندارد، از اون مطلب سوال میکنن، آیه نازل میشود جواب میدهد، در حال استراحت و آسایش هم آیه نازل میشود، از اخبار غیب گذشته و آینده خبر میدهد و بیش از 100 جا جریان موسی کلیم ذکر شده بدون اینکه هیچ بخشی بخش دیگر را نفی کند. این عادتا محال است و کاری که ذات مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کرد خرق این عادت است، نه استحاله عقلی داشته باشد تا کسی بگوید عقلن که محال نیست. نه عقلن محال نیست، ولی عادتن محال است. چون عادتن محال است، معجزه خرق این عادت است. از اینجا سخنان دیگری که درباره اختلاف مطرح شد روشن خواهد شد. اختلاف گاهی به این است که بعضی حق باشد بعضی باطل. این قسم اختلاف در کار خدا محال است و در باره غیر خدا محال عادی دارد، محال عقلی ندارد و عادتا ممکن است که همش حق باشد. بعضی از اختلاف ها به این است که از نظر درجات فصاحت فرق بکنند، یا یکی فصیح باشد یکی مبتذل و مرذول، یکی بلیغ باشد یکی مرذول، یا در اصل فصاحت و عدم فصاحت، بلاغت و عدم بلاغت اختلاف داشته باشند، یا در درجات فصاحت و در درجات بلاغت. البته در درجات فصاحت و در درجات بلاغت که بعضی ها بلیغ باشند بعضی ابلغ، بعضی ها فصیح باشند بعضی افصح، اون ضرری ندارد، چون هر دو از مرز عادت بیرون است. فصاحتی و بلاغتی به حد نصاب قرآن، این معجزه است
حالا اون چه که از حد عادت گذشت، بعضی ها خیلی از حد عادت گذشته است، بعضی کمتر، ولی به هر حال معجزه است. از اون جهت که قرآن کریم اختلاف ندارد، یعنی حق و باطل در اون نیست، بلکه همش حق است. آیه سوره مبارکه فصلت شاهد خوبی است. آیه 42 سوره فصلت این است که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. این کتاب بطلان پذیر نیست، نه از طرف خدا نسخ می شود، نه خودش بطلانش آشکار خواهد شد، یا یک دانشمند صاحب نظری می تواند قرآن را نقد کند. اصلا بطلان در حریم این کتاب راه ندارد که بعضی بشه حق بعضی بشه باطل، یا در زمانی بشه حق زمان دیگر بشه باطل، این چنین نیست. این سراسرش حق است و یک دست. از اینجا معلوم می شود که اصول دین چون چهار نکته را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تبیان بیان کردن، این نکات چهارگانش آموزنده است، بعدها در تفسیرهای فخر رازی و امثال او هم آمده، ولی این نکات چهارگانه از فرمایشات مرحوم شیخ طوسی رضوان الله است در کتاب شریف تبیان که اساره اون هم در مجموع بیان آمده. نکته اولش این است که قرآن ما را درباره اصول دین به تحقیق دعوت میکند، سخن از تقلید ندارد. شاید خودتون در باره قرآن و حقانیت قرآن و حقانیت معجزه بودن که یک امر اصلی است از اصول دین استدلال کنید. قرآن با ما از راه احتجاج سخن میگوید. این یک. دوم این که ظاهر قرآن حجت است. خب اگر ظاهر قرآن حجت نبود مردم در چی تدبر بکنن؟ معاذ الله اون توهم اخباری ها که قائل بودن که قرآن تحریف شده است و از حجیت افتاد. خب اگر قرآن حجت نباشد مردم در چی تدبر کنند؟ یک کلامی که یک کتابی که معاذ الله حجت نیست، مقداری از او از دست رفت و معتبر نیست علی احتجاج، خب رو چی تدبر کنند؟ پس معلوم شد قرآن حجیت خودش رو همچنان برای همیشه حفظ کرده و حفظ میکند. سوم این که کلام غیر خدا بی اختلاف نیست. چهارم این که کلام خدا منزه از اختلاف است. یکی از صفات سلبیه کلام خدا اون نزاهت از اختلاف است. اینا فرمایشات چهارگانه است که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان بیان کردن، بعدها هم چه در بین تفاسیر شیعه نظیر مجمع بیان آمده و چه در بین تفاسیر اهل سنت مثل تفسیر فخرازی هم آمده، قسمت مهمش آمده. اونها هم من عند الله دارند، وحی است دیگر. اونا که از خودشون حرفی ندارن که، اونا من عند الله است، ما ينطق عن الهوى چون انه هو الا وحی یوحى. اونا هم در معارف در فروع و در اصول دین از وحی الهی مدد میگیرن و خودشون هم معصومن، نه عمدن اختلاف دارن نه سهوان. اختلاف همین مسائل یاد شده، یکی مثلا در یک جا اخبار غیب داد درباره مثلا هستی ابراهیم، خبر غیبش درست باشد و درباره هستی یونس مثلا معاذ الله باطل باشد، اینجور در نمیاد. یا مثلا در یک جا در جریان هستی موسی سلام الله علیه گزارشی که داد صحیح باشد، در جای دیگه معاذ الله مثلا باطل باشد، این چنین نیست. ادله هم که قرآن کریم برای معارف القا میکند اونها هم یک دست است. اخلاقیاتش، معارفش، اخبار غیبیش همش یک دست است. این ظاهر آینه تنها ما را اجازه میدهد که درباره قرآن، درباره معارف قرآن بیندشیم، بلکه تشویق هم میکند. افلای تدبرونه، چون همین منافقینی که بدندیش بودن و احیانا میگفتن به این که این از خودش در آورد و امثال ذلک، قرآن اینا رو تشویق میکند که شما تدبر کنید دیگر. پس نه تنها اصل احتجاج جایز است، بلکه قرآن تشویق هم کرده. مطلب بعدی که سیدنا استاد اشاره کردن این است که میفرماین این آیه یکی از نشانه های آن است که قرآن آیاتش دیگر را تفسیر میکند، که القرآن یفسر بعضه بعضا. چرا؟ برای اینکه ظاهر این آیه این است که شما از اول تا آخر قرآن وقتی تدبر بکنید ببینید اینا با هم اختلاف ندارن. اختلاف نداشتن دو جوره، یه وقت است که کاری با هم ندارن، یه وقت است مؤید یک دیگرن، مفسر یک دیگرن. دو نفر را که شما بررسی میکنید اینا سه حال دارن، یا با هم اختلاف دارن، یا هماهنگ با همن،
یا بی تفاوتن. دو نفر که بی ارتباط با همان، یکی در شرق زندگی میکنند یکی در غرب زندگی میکنند، که ارتباطی با هم ندارن، اینا نه اختلاف دارن نه اتفاق، چون اختلاف و اتفاق یک مقسمی طلب میکند، اینا نقیزه نیستن که رفعش محال باشد. که الان زید و عمر که از یکدیگر خبر ندارن، اینا نه با هم متفقن نه با هم مختلف، چون کاری با هم ندارن که. ولی دو نفر که در یک محیط یک کاری رو انجام میدن، اینها از این دو حال بیرون نیست، یا در محور کار با هم اختلاف دارن یا اتفاق. آیات قرآن این چنین است، نمی شود گفت که آیات قرآن با هم نه اختلاف دارن نه اتفاق. چرا؟ چون اینا درباره خدا، اوصاف خدا، قیامت، اوصاف قیامت، وحی، نبوت، رسالت، اینا همشون در همین محورها سخن میگوین، پس با هم کار دارن. اگر کار دارن از دو حال بیرون نیست، یا مخالف یک دیگرن یا موافق یک دیگر. مخالفت که ابطال شده است می شود موافقت، پس آیات موافق یک دیگرن، قرین یک دیگرن، مبین یک دیگرن، مفسر یک دیگرن. این همان است که آیات یفسر بعضه بعضا. صرف نفی اختلاف در فضای قرآنی مستلزم اثبات اتفاق است، پس هر آیه‌ای وفق آیه دیگر خواهد بود. این همان است که آیات یفسر بعضه بعضا. مطلب دیگری که باز ایشون اشاره می‌فرمان، یعنی دیگه نسخ نیست دیگر، همین این مطلب آخر همین است. بله، تحدی کرد قرآن دیگر، فرمود اگر شما در معجزه بودن این کلام تردید دارید مثل این بیارید. تحدی کرده، یعنی مبارز طلب کرده، ولی فرمود هرگز مقدورتون نیست. فرمود ما پیامبرمون یک نفر است به درس نخونده و این کتاب را بود، شما همه درس خونده ها جمع بشن و یک کتاب مثل این بیارن. حالا اگر یک کتاب مثل این یا ده سوره مثل این یا یک سوره مثل این نتوانستن بیارن، چه این که نمیتوانید بیاورید، فعلم تفعلو ولن تفعلو فتقو نار التی و اودن نوست. این هم خودش معجزه است. همون ما تا حال مبارز طلب کردیم، همه فصحا جمع شدن و رفتن مثل سوری از سور قرآن بیارن، نتوانستن. بعدم فرمود اگر تا حال نتوانستید سوره بیاورید، چه این که بعدها هم نمیتوانید بیاورید، از آتش قیامت بپرهیزید. فعلم تفعلو ولن تفعلو. خب چون قرآن اختلاف ندارد، بطلان پذیر هم نیست برابر آیه 42 سوره فصلت، مسون از نسخم هست، یعنی این کتاب دیگه نسخ شدنی نیست، و این کتاب چون عنصر اصیل و قانون اساسی اسلام است، پس اسلام الی یوم القیامه میماند. الحمدلله.